اولین مقیاس سنجش زمان مشاهده چرخه‌های طبیعی جهان مثل تغییر روز به شب و فصل به فصل بود که بر همین اساس تقویم‌ها را تهیه می‌کردند. اندازه‌گیری دقیق‌تر زمان مانند ساعت آفتابی و ساعت‌های مکانیکی تا جایی پیش رفت که در نهایت زمان رو در قالب مناسب‌تری قرار دادند. اما ما دقیقاً داریم چه چیزی رو اندازه می‌گیریم؟ آیا زمان از نظر قوانین طبیعت وجود داره یا صرفاً چیزی در ذهن ماست؟ در ابتدا پاسخ واضح به نظر میرسه. البته که زمان وجود داره. اما درک ما از زمان به واسطه انیشتین پیچیده شد. نظریه نسبیت انیشتین میگه که زمان برای همه میگذره. اما همیشه برای افراد در موقعیت‌های گوناگون به یک سرعت سپری نمیشه. نظریه انیشتین ظاهراً تایید میکنه که زمان در ساختار عالم تنیده شده. اما پرسش بزرگی که وجود داره اینه که چرا ما میتونیم در فضای اطراف در هر مسیری حرکت بکنیم، اما امکان حرکت در زمان فقط در یک مسیر. صرف نظر از این که چه میکنیم، گذشته همیشه پشت سر ماست. به این بردار زمان میگن. تصور کنید وقتی یک قطره از رنگ خوراکی در یک لیوان آب میفته، رنگ از قطره پخش میشه و در نهایت لیوان رو پر میکنه. حالا برعکس این اتفاق رو تصور کنید. اینجا زمان وارونه طی خواهد شد. ما در عالمی زندگی می‌کنیم که در اون رنگ خوراکی در آب پخش میشه، نه جهانی که در اون ذرات رنگ خوراکی با هم جمع بشن. به این اتفاق در فیزیک قانون دوم ترمودینامیک گفته میشه که بیان میکنه که سیستم‌ها در طول زمان بی‌نظمی یا انتروپی دریافت میکنن. سیستم ها در جهان ما از نظم به بی‌نظمی انتقال می‌یابند و این خاصیت جهان است که مسیر بردار زمان را تعریف می‌کند. بنابراین اگر زمان یک خاصیت بنیادی است، باید در بنیادی ترین معادلات ما که عالم را توصیف می‌کند وجود داشته باشد. درسته؟ در حال حاضر دو معادله داریم که فیزیک رو کنترل می‌کند. نسبیت عمومی رفتار اشیای بزرگ رو توصیف میکنه، در حالی که فیزیک کوانتوم اشیای خیلی کوچیک رو بررسی میکنه. یکی از بزرگترین اهداف فیزیک نظری در طول نیم قرن گذشته تلفیق این دو نظریه به یک نظریه واحد بوده. تلاشای زیادی در این زمینه انجام شده که هنوز هیچ کدام به اثبات نرسیدند. در این باره یک نظریه عجیب به نام ویلر دوبیت وجود داره که اصلا شامل زمان نمیشه. اما اگر این معادله یا هر معادله دیگه که شامل زمان نمیشه درست از آب در بیاد، به این معنیه که زمان در ابتدایی ترین سطح اصلا وجود نداره. آیا زمان تنها نوعی وهم هستش که زاییده محدودیت هایی است که در درک جهان داریم؟ شاید به جای پرسیدن این که آیا زمان یک خاصیت بنیادی است، باید بپرسیم که آیا زمان یک خاصیت نخواسته است؟ خواص نخواسته چیزهایی هستند که به صورت مجزا در یک مجموعه وجود ندارند، بلکه به صورت منسجم هستند. به عنوان مثال، یک مولکول آب به تنهایی جزرومد ندارد، بلکه کل اقیانوس دارای جزرومد هست. هنوز هیچ پاسخ قطعی در این باره وجود ندارد و فیزیکدان ها به دنبال یافتن پاسخ این پرسش ها هستند. اگر از ویدیوهای ما خوشتون اومده، لایک و سابسکرایب یادتون نره.